نگرانی آمریکا از موجودیت پناهگاه‌های القاعده در ولایت‌های شرقی افغانستان و هشدار هند از تلاش پاکستان برای به قدرت رسانیدن طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 جوزای سال 1391 خورشیدی برابر است با 31 می سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. امریکا از موجودیت پناهگاه‌های القاعده در مناطق شرقی افغانستان نگران است. وزارت دفاع این کشور میگوید هرچند شمار این پناهگاه‌ها کم است، اما برای فرماندهان آمریکایی نگران کننده است. وزارت دفاع ملی موجودیت افراد القاعده در افغانستان را نیز تایید میکند. پس از کشته شدن فرمانده شماره دوم القاعده در کنر، پنتاگون گفته است که القاعده پناهگاه‌های را در مناطق شرقی افغانستان ایجاد کرده و در این پناهگاه‌ها با آموزش افراد و طرح عملیات‌های خود می‌پردازد. در مورد محل دقیق این پناهگاه‌ها از سوی پنتاگون چیزی گفته نشده است، اما تاکید دارد که افراد القاعده در مرز افغانستان و پاکستان رفت آمد دارند. موجودیت هر عضو القاعده در افغانستان برای جنرال جان آلن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نگران کننده است. در امینال وزارت دفاع کشور میپذیرد که در بیشتر عملیات‌های نظامی افرادی از القاعده کشته و بازداشت میشوند که عمدتا شهروندان خارجی هستند که تهدیدی برای افغانستان نیز میباشند. طبعاً وقتی که به هر کشوری که ناامنی باشه، خود ناامنی در مجموع یک تهدید است، مخصوصا که ما در عملیات های خود اتباع خارجی را دستگیر کردیم که از کشورهای مختلف بودند و اعضای القاعده بودند. در این میان آگاهان نظامی باور دارند که ایجاد پایگاه های القاعده در مناطق شرقی افغانستان یک انکشاف تازه در کار این گروه است، اما خطری را متوجه افغانستان نمی سازد. با باور آنها، جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای جلوگیری از نفوذ القاعده باید در تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی کشور تلاش بیشتر کنند. دولت در این راستا اگر نگاهی را برای ملت افغانستان داشته باشه که حمایت از نظام سیاسی بتوانند بکنند، در این قسمت قوت‌های امنیتی را باید سرش در معیشتشان و در سوق اداریشان، در رهبریشان توجه بیشتر داشته باشند که مؤثریت کاری از اینا در مراحل اول ابتدایی انتقال قدرت یا انتقال مسئولیت باید درخشش بهتر داشته باشه، که از یک طرف اینا مورالشان بالا بره و از طرف دیگر جوابگویی تحرک دشمن باشه. این در حال است که آمریکا اعلام کرده است به تازگی فهرست از اعضای القاعده را در پاکستان و یمن برای کشتن ترتیب داده و پس از شناسایی این افراد باراک اوباما خود دستور کشتن آنها را صادر خواهد کرد. از سوی دیگر، هند از برگشت مجدد طالبان به قدرت پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگران است. سفیر هند در آمریکا میگوید واشنگتن باید در مورد انکشافات جدید در افغانستان دهلی نو را بیشتر در جریان قرار دهد. رهبران سیاسی هند نیز هشدار می‌دهند که ممکن است طالبان را برای به دست گرفتن به قدرت در افغانستان پاکستان پس از خروج نیروهای خارجی تشویق نماید. سفیر هند در آمریکا میگوید دهلی نو و واشنگتن گفتگوهایی را پیرامون آینده افغانستان باثبات، دموکراتیک و موفق به طور مکرر برگزار می‌کنند. و که در یک نهاد تحقیقی هند در واشنگتن صحبت می‌کرد، خواستار تقویت مشوره‌ها میان هند و آمریکا در مورد آینده افغانستان شده است. با توجه به تاریخ حوادث افغانستان و موجودیت نیروهای طالبان و گروه‌های افراطی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان و با توجه به فعالیت‌های آنان، نگرانی‌های به وجود می‌آید که پس از خروج نیروهای آمریکایی وضعیت در افغانستان چگونه خواهد بود. سفیر هند در واشنگتن تاکید می‌کند که تشدد و افراطگری در تاریخ افغانستان مردم این کشور را به شدت از لحاظ مالی و جانی متضرر کرده و نباید این تاریخ بار دیگر تکرار شود. ما می‌دانیم که پس از 10 سال نبرد تمایل واقعی برای پایان این جنگ وجود دارد، اما همزمان ما باید مطمئن سازیم که قربانی‌های گسترده و تلاش‌های دهه گذشته به هدر نرود. در این حال یشوانت سنها، رهبر حزب بهاراتیا جناتای هند، ابراز نگرانی می‌کند که پاکستان به خاطر دلایل جغرافیایی سیاسی خود ممکن است طالبان را تشویق کند تا بار دیگر افغانستان را تصرف نمایند. این در حالی است که یک فرمانده آمریکایی حضور 68 هزار سرباز خارجی را تا پایان سال 2013 در کشور ضروری دانسته است. در این میان پاکستان و روسیه بر تامین ثبات و عملی شدن گفتگوهای صلح در افغانستان تاکید می‌ورزند.
این موضوع روز گذشته همزمان با ورود وزیر خارجه چین به این کشور میان زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و وزیر خارجه پاکستان مطرح شده است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان میگویند پاکستان به دلیل سیاست‌های نادرستش به شدت زیر فشار آمریکا قرار دارد و با نزدیکی با چین روسیه میخواهد از این فشارها بکاهد. نماینده ویژه روسیه بر افغانستان در سفر به اسلام آباد با نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه این کشور ملاقات کرده و بر تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. دو طرف در مورد مسائل دو جانبه و وضعیت افغانستان به طور عمیق بحث و تبادل نظر کردند. این در حالی است که روز گذشته وزیر خارجه چین نیز به این کشور سفر کرده و در ملاقات با مقامهای این کشور از آنان خواسته بود تا در برابر آمریکا سیاستهای نرم اختیار کند. با این هم او تاکید کرده بود که قربانیهای پاکستان در مبارزه با ایرس افغانی نیز در نظر گرفته شود. چین از پاکستان خواست تا در روابط خود با آمریکا از موضع نرم صحبت کند و احتیاط را حفظ کند. در این میان شمار از کارشناسان میگویند که فشارهای اخیر آمریکا بر پاکستان این کشور را به سوی انزوا کشانیده و اسلام آباد تلاش دارد تا از این فشارها با پیدا کردن متحد چین، روسیه و چین بکاهد. پاکستان علاقمند ایزی هست که تا به مناسباتی را که با آمریکا در به اونا وانمود کنه که من در پی تدارک دوستای دیگری هستم، ولی دوستانه میتونه برای پاکستان جای آمریکا را پر کنه. دیدار مقام های چین و روسیه از پاکستان در حال صورت میگیرد که روابط واشنگتن و اسلام آباد بدن بالا پافشاری پاکستان ببسته بودن رای تدارکات ناتو بر تنش و نیز حملات هواپیماهای های بدون سرنشین برای نابودی ایرس افغانان در خاک این کشور افزایش یافته است. ولایت هرات که 86 سال به این سو نامزد ثبت میراث‌های فرهنگی جهان است، دیگر نمی‌تواند در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت گردد. مسئولان اداره محلی در ولایت هرات میگویند ساخت بلند منزله‌ها در کنار شهر قدیم و عدم نگهداشت آبده‌های تاریخی از دلایل اساسی حذف نام هرات از فهرست نامزدان میراث‌های فرهنگی جهان است. هرات که پسوند باستان را صدها سال است با اسم خود به همراه دارد، در سال 1384 هجری خورشیدی نامزد ثبت به حیث میراث فرهنگی جهان گردید. اما ساخت ساختمان های بلند با معماری جدید در کنار شهر قدیم هرات و عدم حفاظت درست از آبده های تاریخی سبب شده است تا هرات دیگر نتواند به حیث میراث فرهنگی جهان از سوی یونسکو شناخته شود. اما یک دلیل دیگه هم این میتونه شده که موجودیت ایجاد ساخت و سازهای جدید و با مرتفع باعث شده که این مشکلاتی برمیگرده به ریاست های زیرب، در ریاست افراد فرهنگ وقت بوده، ریاست شارولی وقت بوده، ریاست ساختمانی شارولی، ریاست شهرسازی. تصفانه این کار صورت دید. از 700 آبده برجسته تاریخی هرات تنها یک تن نگهبانی می کند که نبود نگهبان کافی سبب شده است این آبده ها به مرور زمان تخریب گردد و این خلاف توافق است که مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ و شهرداری هرات با سازمان یونسکو در سال 1384 خورشیدی به امضا رساندند. ساخت سازهای 6 سال گذشته در ساحه بین فاصله بین شهر قدیم هرات و بازارگاه شریف رعایت نشد. طبق مقررات ساختمان های بلند منزل ساخته شد و در این اواخر نگرانی های را به وجود آورد برای که ما نمیتونیم به این صورت هرات در لیست میراث های جهانی ثبت بکنیم. نبود هزینه برای مرمت و نگهداشت از آبده های تاریخی از عمر این آبده ها کاسته و شماری از حوض ها و بناهای تاریخی هرات به زباله دانی ها بدل شده است. آنچه مایه نگرانی مسئولین حفظ آبدات تاریخی در ولایت هرات است اختصاص یافتن بودجه برابر با سایر ولایات برای حفظ آثار باستانی در ولایت هرات است. آصف غفوری، تلویزیون یک، هرات. مخالفان مصالح دولت سخت تلاش دارند تا به نیروهای امنیتی به ویژه ارتش ملی آسیب برسانند. رئیس ستاد مشترک ارتش ملی میگوید ایجاد اختلاف در میان نیروهای امنیتی از گونه این تلاش ها می باشد. در این میان او تاکید میکند که نیروهای امنیتی اکنون آماده هستند تا از افغانستان به گونه درست دفاع کنند. در مراسم فراغت بیش از 2000 افسر و سرباز از مرکز آموزشی نظامی کابل، شیر محمد کریمی رئیس ستاد مشترک ارتش ملی از تلاش های مخالفان مصالح دولت بر از هم پاشیدن ارتش ملی هشدار می دهد. اما این مقام ارشد وزارت دفاع ملی از توانایی نیروهای امنیتی به ویژه ارتش ملی بر ایستادگی در برابر این گونه تلاش ها سخن می زند. دخمن حدث کوی چه پا هر وسیله زمان دی ملی اردو صفوف زیانمن کی، دی ملی اردو مورال ضعیف کی، دی ملی اردو پا صفوف که بیتفاقی و نفاق راولی. نمانگ دی دغس دخمن پا مقابل که همیشه اول
دلوی اعلی تعالی په استعانت او مرسته او په فضل و کرم سره او بیا په ملی غرور په اسلامی اخوت دا هوت کو. سخن از تلاش مخالفان مصالح دولت بر از هم پاشیدن ارتش ملی در میان اوج نگرانی ها از نفوذ طالبان در میان نیروهای امنیتی مطرح می شود. کارشناسان آماج قرار گرفتن نیروهای خارجی به وسیله نیروهای امنیتی افغان را نماینگر نفوذ مخالفان مصالح دولت در میان این نیروها می دانند. از سوی دیگر هرچند رئیس ستاد مشترک ارتش ملی از چالش ها در برابر انتقال مسئولیت های امنیتی نیز هشدار می دهد، اما تأکید می کند که این نیروها آماده پذیرش مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی هستند. یما مرحله با خامخا چالشونه لري په دې کې مې هدف هم داو تقریبا 15 ولایت دي چې د هوا د مختلفو برخو نه جوړ شوی دي او په دې کې اند مثلا د کابل د کاپیسان نیولی بیا تر هرات او مزار او بدخشان تر پکتیا او تر پورې مختلفو ولسوالیو مختلف زاینه شامل. از سوی دیگر به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش ملی هنوز هم نیروهای هوایی افغانستان با گونه درست فعال نشده و به تجهیزات پیشرفته نیاز دارند. به گفته وزارت دفاع ملی با تکمیل شدن دور سوم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان، 76% از جمعیت افغانستان تحت پوشش نیروهای امنیتی افغان قرار خواهد گرفت. ظاهر بهان، تلویزیون یک، کابل. 11 جوزا برابر است با روز کودک در افغانستان. وزارت کار امور اجتماعی 6 میلیون کودک را در کشور با خطرهای گوناگون روبرو می‌داند. هرچند این وزارت می‌گوید که 40% از این کودکان را زیر پوشش خدماتش دارد. هنوز به گونه رسمی از روز کودک در کشور بزرگداشت صورت نگرفته است. مراسم بزرگداشت از این روز هم مانند پرداختن به مناسبت‌های دیگر از سوی دولت به روزهای بعد معطل شده است. اما گفته می شود که در برخی از نهادهای آموزشی این روز را جشن گرفتند، در حالی که هزاران کودک دیگر در این باره چیزی نمی دانند. مکتب میرم، با میرم کار میکنم، با صبح میشه مکتب میرم، با دیگر میشه بس میرم کار میکنم. 100-200 روپا میشه. در کامل تا چند نفر کار میکنم؟ آمارهایی که وزارت کار ارائه کرده است نشان می دهند که 6 میلیون کودک در افغانستان با خطرهای گوناگون روبرو‌اند. در سال 2007 استراتژی اطفال در معرض خطر را ساختند که با تطبیق استراتژی در مرکز و ولایت مراکز حمایتی از اطفال ایجاد شد که اطفالی که متخلف از قانون هستند، اطفالی که مورد خشونت قرار می گیرند، اطفالی که مورد تجاوزات جسمی، جنسی و روانی اینا قرار می گیرند، از اینا باید حمایت شود. رسیدگی به چالش‌های فرارای کودکان کارگر از برنامه‌ای است که وزارت کار می‌گوید آن را در اولویت دارد و در این راستا قانون نیز از سوی این وزارت تهیه شده است، اما هنوز زود است دریافت که عملی شدن این برنامه تا چه اندازه می‌تواند در رسیدگی به وضعیت این کودکان مؤثر واقع شود. برخی از اعضای مجلس نمایندگان و نهاد فیفا خواستار تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات هستند. آنها میگویند که باید کمیشنران و اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با یک روش تازه از میان شخصیت‌های علمی، اعضای نهادهای مدنی و احزاب سیاسی انتخاب شوند. در میان موج نگرانی ها از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده، فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه طرح را برای سلامتی انتخابات آینده ریاست جمهوری ارائه کرده است که در آن بر تغییر بر نحوه گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تاکید شده است. بر بنیاد این طرح باید کمیشنران این کمیسیون به گونه انتخابی از میان شخصیت های علمی، اعضای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی انتخاب شوند. طرح ما ایست که یک شوراهای علمی، نهادهای عالی علمی و اکادمیک دولتی و هیئت‌های رهبری نهادهای جامعه مدنی که مرتبط با انتخابات هستند جمعا به تعداد 27 نفره که واجد شرایط همون مسئله بی‌طرفی و توانای مسلکی جان باشه، همون شرایط داشته باشن، 27 نفره به یک کمیته گزینش معرفی بکنن. کمیته گزینشی که مرکب باشه از رئیس ولسی جرگه، رئیس مشران جرگه، رئیس ستره محکمه، لوی سارنوال، رئیس کمیسیون قانونی اساسی، اینا منعیس کمیته گزینش از 27 نفر به 18 نفر دیگر پیشنهاد کنه به رئیس دولت و رئیس دولت از بین 18 نفر 9 نفر منعیس کمیشنر تعیین بکنه.
با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده میگویند این تنها راه است که استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات را تضمین میکند. شیوه انتخاب ازی که معرفی میشن یک شیوه بسیار همگیر، جامع و مشورتی باشد. همین طرح ما گنجانیدیم و قبول کردیم که اول 100 نفر انتخاب میشه، شخصیت های علمی اما ابعادش. بعد از 100 نفر این میسپارن به کمیسیون گزینش که رئیس ولسه جرگه، رئیس مسئله نشگه، رئیس استر محکمه این انتخاب میکنن 18 نفر. 18 نفر میدن به رئیس جمهور، رئیس جمهور امو تعداد مشخصر به ولسه جرگه برای رای اعتماد بفرسته. این اظهارات در حال بیان می شود که همکنون قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در کمیسیون های مجلس نمایندگان زیر بررسی قرار داشته و سازمان ملل متحد نیز روز گذشته از برگزاری انتخابات بر تاریخ معین آن در سال 2014 حمایت کرده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از آغاز جنگ های داخلی در سوریه هشدار می دهد. با باور او اگر از ادامه خشونت ها در سوریه جلوگیری نشود این کشور دامنگیر جنگ های داخلی خواهد شد. همزمان با افزایش خشونت‌ها در سوریه، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از بشار اسد می‌خواهد تا به طرح صلح کوفی آنان متحد باشد. او یک بار دیگر کشته شدن 108 نفر در شهر هولا را محکوم کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند سوریه را دامنگیر جنگ‌های داخلی خواهد کرد. میستر کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه ابراز نگرانی کرده است که ما در سوریه به یک نقطه غیر قابل برگشت رسیده ایم. کشتار غیر نظامیان مانند رویداد هفته گذشته می تواند سوریه را به جنگ های داخلی فاجعه بار بکشاند. مقام های ارتش آزاد سوریه می گویند که اگر دولت سوریه تا 4 فردا به مواد طرح صلح عمل نکنند و عملات خود بر معترضان را پایان ندهند، مخالفان مسلح نیز طرح صلح را رعایت نخواهند کرد. ما اعلام میکنیم که هیچ توجیه بر احترام طرح صلح از سوی یک جناح وجود ندارد. فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه که شامل تمام شوراهای نظامی است 48 ساعت به دولت فرصت میدهد تا به قطعنامه سازمان ملل متحد احترام بگذارد و به خشونت ها پایان دهد. با این حال سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید میکند که خشونت ها در سوریه باید هر چه زودتر پایان یابد. او هشدار میدهد که ادامه خشونت ها در سوریه میتواند منطقه را بی‌ثبات سازد. او همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا اقدام های سریع را جهت پایان دادن به خشونت ها در سوریه بردارد. خشونت ها به گونه سریع رو به افزایش است و شدت میگیرند و کشورهای منطقه را نیز درگیر میسازند. این خشونت ها به خود شکل درگیری های فرقه‌ای را می گیرند و ما در آن زمان تنها بحران سوریه را نخواهیم داشت، بلکه این بحران در تمام منطقه خواهد بود. او می گوید اگر شورای امنیت قدم های جدی را به خاطر وارد کردن فشار بیشتر بر دولت سوریه انجام ندهد، جامعه جهانی خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام خواهند کرد. در این میان جان مکن سناتور آمریکایی روسیه را به فراهم نمودن جنگ افزار به نیروهای طرفدار بشار اسد متهم می سازد. بانک مرکزی برای جلوگیری از پخش بانکنوت‌های جعلی مشخصات پول افغانی را تغییر می‌دهد. شمار از صرافان می‌گویند که در برخی موارد ماشین‌های پول هم از شناسایی این بانکنوت‌ها عاجزند. این بانکنوت‌ها بیشتر با سریال نمبر 022 در بازار پخش شده است و تشخیص آن نیز به آسانی ممکن نیست. برخی از صرافان کابل در حالی که کشورهای پاکستان و ایران را در پخش این بانکنوت ها متهم میکنند، میگویند که بیشتر بانکنوت های 500 و 1000 افغانگی جعلی چاپ شده در بازارهای افغانستان پخش شدند. یعنی جعلی سابقه با جعلی تازه که آمده دقیق تر و شفافتر جور شده که اینمی یک اندازه تشویش در بین مردم و برالاوی در بین صرافا هم خلق کرده. در قسمت زری نوت پول اصلی بسیار جلایش خاص داره در مقابل موارای بنفش اگر بگیرن یا در مقابل کدام نور بسیار جلایش خاص داره و دیگه پول جعلی یک اندازه لشن‌تر است. در همین حال مسئولان بانک مرکزی افغانستان پخش این پول‌ها را در بازارهای کشور میپذیرند و میگویند که برای جلوگیری از پخش این بانکنوت ها مشخصات بانکنوت های جدید 1000 افغانیگی و 500 افغانیگی را تغییر خواهند داد، چیزی که با باور صرافان به هیچ عنوان جلو پخش بانکنوت های جعلی را نخواهد گرفت. این تصمیمی که ما برای شما گفتم در بانکنوت های نوی که توسط عین شرکت چاپ میشه این کلانتر است و بسیار واضح و روشن معلوم میشه در بانکنوت های 1000 افغانی، اما این به ذات خود یک مصرفی داره.
خصوصاً مصرف تصفیه نقره‌ای بسیار زیاد است. بانک مرکزی افغانستان همچنان میگوید آنها با همکاری نهادهای کشفی برنامه‌ای را به منظور جمع‌آوری بانکنوت‌های جعلی آغاز کردند. با گفته مسئولان این ارگان تا کنون 800 بانکنوت جعلی 500 و 1000 افغانیگی را جمع‌آوری کردند. از سوی هم ریاست جنایی پلیس کابل میگوید که نزدیک به 20 نفر نیز به اتهام جعل پول در افغانستان بازداشت شدند. با وجود این که مقدار دقیق پول جعلی در افغانستان معلوم نیست، اما مسئولان ریاست جنایی پلیس کابل مجازات توزیع و استفاده پول جعلی را بین 3 تا 10 سال حبس عنوان می کنند. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید. از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.